اسم شیائومی از کجا اومده؟ بنیانگذار شیائومی غذای دوست داشته به اسم شیائومی، نمیدونم چی اسمشو اینجا براتون میذارم. این از اسم شیائومی. می هم که لوگوی شیائومی میشه، مخفف موبایل اینترنته. تا اینجا همه چی اوکیه و به ظاهر هیچ مشکلی نیست. اما مشکلی که هست اسم گذاری گوشی های شیائومیه که نمیدونم شما مثل من هستین یا نه، که من اصلا سر در نمی آوردم که این از چه قراره واقعا. چرا مثلا یه مدل با این اسم یه مدل دیگه با این اسم، اصلا سر و ته این اسما چجوریه؟ که توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ اسم گذاری شیائومی روی موبایل هاش و سری های موبایلش، ببینیم که چطوری با چه منطقی این اسما رو گذاشته. شیائومی گوشی هاشو با سه مدل مختلف عرضه میکنه: می، ردمی و پوکو. و در حال حاضر که ما این ویدیو رو داریم رکورد میکنیم، تو کشور هند 481 مدل مختلف فقط از برند ردمی در حال فروشه. حالا اینو اگه بیایم تو این سه برند حساب بکنیم که هر کدوم از اینا مدل‌های مختلف و زیرمجموعه‌ها و سریزهای متنوعی دارن، میشه گفت به طور میانگین شیائومی توی این چند سال هفته یک گوشی تولید کرده. خب حالا شاید بگین که این همه گوشی‌ها و مدل‌های مختلف هست، قطعاً یک منطقی پشت اسم‌گذاری این گوشی‌ها باید باشه، قطعاً یک استراتژی خاصی، سیاست خاصی باید برای این اسم‌ها باشه که بتونیم اینا رو درست تشخیص بدیم ببینیم چه خبره. و جالب بهتون بگم که هیچ منطقی وجود نداره و اصلا معلوم نیست که شیائومی داره چی کار میکنه. حتی خود فروشنده هاش هم در جریان نیستن که چه خبره. به خاطر همین اومدن توی شرکتشون برای مدلای گوشی اسم گل گذاشتن و خب این داخل شرکتی، یعنی خودشون میفهمن از چه قراره قضیه، و با همون اسمای عجیب غریب، با همون عدد و رقمای عجیب غریب وارد بازار میشه در نهایت. یعنی باید بهتون بگم که کلا اسم‌گذاری‌هاش هیچ منطقی پشتش نیست و همه چی دیمیه و فکر میکنم قضیه از این قراره. دو نفر همیشه میان سنگ کاغذ قیچی میکنن، هر کی برنده شد اسم محصول بعدی رو بذاره. بریم سراغ مثال و جلوتر دونه دونه براتون توضیح بدم که اسم‌گذاری هاش به چه شکله. مثلا ردمی نوت 9 پرو مکس. بخش اول ردمی که اسم برنده، نوت سری گوشیه، 9 میشه جنریشنال نیم یا همون نسل سریش، و در ادامه هم مودیفایر که هم مثل پرو مکس. خب در ظاهر که اسمش با آیفون 12 پرو یا سامسونگ نوت 10 پلاس هیچ فرقی نداره، ولی بذارید یه ذره زوم بک بکنیم این اسمو بذاریم کنار هم اسم در واقع برندهای دیگه و ببینیم که چه اتفاقی میفته. اینجاست که میبینیم همه چی از هم میپاچه و هیچ منطقی پشت این اسم گذاری ها نیست. تا سال 2020 که شروع محبوبیت برند شیائومی بود، این برند 17 تا گوشی داشت که برای این 17 تا مدل با توجه به کشوری که میخواست گوشی رو عرضه بکنه، برای یک گوشی دو تا اسم مختلف میذاشت. مثلا توی هندوستان با یه اسم میرفت اون گوشی، تو افغانستان با یه اسم دیگه. حالا این قابل توجیهه چون میگیم که خب برای کشور مختلف بوده، ولی اینجاست که همه چیز یه ذره ویرد میشه یا همون عجیب میشه، از کلمه انگلیسی کمتر استفاده کنیم. 10 تا کلمه مختلف برای توصیف ورژن لایت گوشیش داره شیائومی: IAC بزرگ، C کوچیک، Use Edition، Use SE و S. برای توصیف ورژن پرو گوشی هاش: Pro, S Prime, Max, X Ultra, Premium Edition, Alpha. 3 تا حرف متفاوت برای آپگرید ورژن نسل گوشی هاش داره: S بزرگ، S کوچیک، T. 3 تا روش کاملا مختلف برای اس گذاری ورژن بزرگتر گوشی ها استفاده کرده: Max، نوت و پلاس. حالا همه این لایت و مکس و اس و آر و آی به اندازه کافی زیاد ازشون استفاده شده، ولی شیائومی روش استفاده کردن از همینا رو هم خیلی پیچیده کرده. مثلا کلمه اس بزرگ ازش برای تعریف نسل بعدی استفاده شده: میوان اس، میتو اس و گوشی های دیگه که دارین تو تصویر میبینین. بعد اومده برای نسل بعدی دو تا از همین مدل ها از اس کوچیک استفاده کرده، مثل میوان اس که شده میفور اس با اس کوچیک. حالا بازم اوکیه، ولی بعد یهو میاد از همین اس کوچیک برای معرفی سری لایت یکی از گوشیاش استفاده میکنه که اسمش رو تو تصویر دارید میبینید. یا توی ردمی نوت 9 یه اس بزرگ بهش اضافه میشه، نه تنها نسل بعدیش نیست بلکه دقیقاً همون گوشیه، مثلا ورژن یه ذره قوی شده شه. حالا یه گوشی دیگه این وسط هست به اسم ردمی S2 که هیچ ربطی به همه این چیزایی که گفتیم نداره و تو بعضی از کشورها به اسم ردمی Y1 و همین یه دونه هم هست، هیچ سری دیگه هم نداره و همین یه دونه است. تو شیائومی یه حرف ساده S میتونه هر معنی بده. ما کلمه مثلا مکس رو به چی میشناسیم تو گوشی ها؟ به بزرگتر میشناسیم، ولی اینجا اینجوری نیست. مثلا ردمی 9 پرو با ردمی 9 پرو مکس دقیقا یک سایزن،
پس چرا دارن از این پرو پرو مکس استفاده میکنن؟ اینو نمیفهمم. یا بریم مثلا سراغ حرف X. Redmi 3X ورژن ضعیف شده Redmi 3، Redmi 4X دقیقاً همون Redmi 4، Mi 6X، Mi 5X هم هیچ ربطی به Mi 6 و Mi 5 ندارن. اصلا کلاً یه سال و نیم بعدش اومدن و طراحی و همه چیشون هم فرق داره. حالا جالبه Redmi 10X هم خودشه، یعنی Redmi 10 ما نداریم. همینجوری یه X گذاشتن آخرش. ما فهمیدیم که پس ایکس هر بار یه معنی داره، یه بار معنی لایت رو میده، یه بار معنی پرو رو میده، یه بار هیچ معنی نمیده، یه بار همون معنی ده رو میده. اینجا خیلی جالب میشه، این دوتا گوشی که گفتیم، یعنی می 5 ایکس و می 6 ایکس، هر دوتا یه رابطه کاربری رو روی اندرویدشون معرفی کردن که رابطه کاربری باحال و جالبی هم بودن. اسم این رابطه کاربری ها چی بود؟ می A1 که با 5 معرفی شد، می A2 که با 6 معرفی شد، حالا می A3 رو که معرفی کردن قاعدتا باید با 7 معرفی میشد دیگه، ولی نه، اینجا یه مدل دیگه کلا آوردن وارد ماجرا کردن به اسم می CC9E. بعد یکیش کپتاله یکیش کپتال نیست، اصلا کلی باید فکر میکنم زمان بذارید شما این اسما رو یاد بگیرین و تهش هم باز یاد نمیگیرین، همون مثل کارکنای خود شیائومی که بهتون گفتم که خودشون اسم گل میذارن روی مدلای گوشیشون، شما ببینید دیگه چقدر سخت ماجرا. خلاصه که همه اینو ثابت میکنه که شیائومی هیچ منطقی پشت اسم گذاری گوشیهاش نداره و ده یه معنی میده تو شیائومی، پرو یه معنی میده، لایت یه معنی میده و اصلا دنبال هیچ معنی خاصی توی اسم گذاری های شیائومی نباشین. حالا یه سوال دارم ازتون، اگه شما با اسم خودتون میخواستین که گوشی تولید کنین، گوشی عرضه بکنین، چی میذاشتید؟ اسمشو تو کامنت ها بذارین. من احتمالا بذارم زیزی نمیتونم اسم بگیم، یه اسم بد من تو ذهنم. خیلی خوب بود. من اسمشو میذاشم زیزی بوق. زیزی بوق زیزی بوق ایکس پرو. شما اسمتون رو بگین. دان کات.